سلام، به کانال زن روز خوش اومدین. لطفا قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر بشین. امروز میخوام در مورد خانم نوری کسرایی، سکسی ترین بازیگر ایرانی، براتون صحبت کنم، پس با من همراه باشید. اومدم بهت بگم که من یکی دو تا دکتر دیگه هم رفتم، هیچ کدوم حاضر نشدن بهم کمک کنن. داری میری مسافرت؟ سه روز با عموم میرم. پس تکلیف من چی میشه؟ شنبه برمیگردم، سر فرصت یه فکر میکنم. چه فکری؟ شکم من هی داره میاد بالا. نوری کسرایی در سال 1330 در شهر تهران به دنیا آمد و سال 1398 در منزل خودش در تهران در تنهایی کامل از دنیا رفت. کسرایی در سال 1355 در مجله ستاره سینما به عنوان سکسی ترین ستاره سینمای ایران از وضعیت رایج در سینمای ایران گله کرده بود و گفته بود که سکس جزی از زندگی است. ما هم روی پرده سینما نوعی زندگی را ارائه میدیم. من هیچ وقت یک ستاره سکسی مبتذل نبودم و نخواهم بود. تماشاگر ایرانی اولین بار که با بدن برهنه زن در سینما روبرو شد، بدن برهنه بریژیت باردو و رومیای شنایدر رو روی پرده سینما دید. سینمای اروپا و آمریکا اون زمان تلاش می‌کردند تا داستان قابل قبولی برای ساخت فیلم‌ها آماده کنند که در آن صحنه زن برهنه فقط ویترین نباشه. فیلم‌های فارسی هم با عجله و شتاب داستان‌های اون فیلم‌ها رو کپی می‌کردن و البته به روایت و داستان فیلم توجه زیادی نمی‌کردن و در نهایت هم محصول این شبیه‌سازی از روی سینمای غرب شبیه چلتکی می‌شد که انگار بد دوخته شده بود و سرهم شده بود. زنها در فیلم‌های ایرانی مالکیتی روی بدن خود نداشتند و ماجرای اکثرشون هم جنگ رقابت مردها برای تصاحب بدن آنها بود. تصویر برهنه و نیمه برهنه زنها روی مجله ها منتشر می شد و فیلم های فارسی بدون اینکه ساختار حرفه‌ای داشته باشه با نمایش تن برهنه زنها چشم مخاطب تشنه را سیراب می کرد و فروش گیشه ها را هم بالا می برد. و در این فضا که سینمای ایران زیر موج فشار و سانسور و توقیف تلاش می کرد که تغییراتی در سینمای ایران به وجود بیاره، نوری کسرایی را به صحنه آورد. نوری هم که از زیبایی مورد پسند جامعه برخوردار بود، چیزی کم نداشت و اومده بود در فیلم‌های جدی سینما بازی کنه و اینطوری شد که تو سن 19 سالگی با فیلم پنجره ساخته جلال مقدم وارد سینما شد. این فیلم داستان مرد جوانی به اسم سهراب بود که با بازی بهروز وثوق برای کار به تهران میاد و با رقصنده‌ای توی یک کافه آشنا میشه و نقش اون رقاصه رو نوری کسرایی بازی میکنه. شروع کار نوری در سینما همراه با بهروز وثوق و گوگوش شروع چشمگیری بود. گفته شده نوری از معدود هنرپیشه‌هایی بود که قبل از اینکه انتخاب بشه انتخاب میکرد. بعد از فیلم پنجره در فیلم کمدی پرویز صیاد به اسم صمد و قالیچه حضرت سلیمان بازی کرد که تو سال 1350 به نمایش در اومد و تماشاگران استقبال زیادی از این فیلم کردند. نوری صورت و بدن زیبایی داشت و میتونست تو خیلی از فیلم ها بازی کنه، ولی با همون فیلم اول نشون داد که راهش از فیلم های فارسی رایج اون زمان جداست. اون توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته تمام سعی من اینه که تو فیلم های مبتذل تجاری بازی نکنم و شکل تازه‌ای به کار بدم. البته ترس از برهنه شدن نداشت و خودش انتخاب کرده بود که تو فیلم ها بازی کنه و اگر نیازی به برهنه شدن باشه برهنه بشه. برهنه شدنش در خدمت داستان فیلم باشه، نه سیراب کردن چشم های تشنه مردان. او گفته که من از نظر هیکل و استایل یک زن سکسی هستم، ولی دوست ندارم نقش های سکسی رو انتخاب کنم. از اینکه بی دلیل جلوی دوربین لخ بشم از فیلم سکسی بیزارم. بیاین یک فیلم خوب بسازیم که اگه سناریوی فیلم خوب باشه حاضرم کاملا اوریان بشم، ولی به شرط اینکه صحنه‌های سکسی با صحنه‌های دیگر فیلم و با موضوع فیلم هماهنگ باشه. کارنامه هنری نوری کسرایی بیانگر اینه که اون در فیلم‌های متفاوت و غیر کلیشه‌ای بازی کرده. از بین 19 فیلمی که بازی کرده فقط 7 فیلم به سینمای تجاری تعلق داشته و بقیه فیلم‌ها جزو مهمترین موج نوعی سینمای ایران به حساب میاد. مثلا تنگنا و تنگسیر از ساخته‌های امیر نادری، مسلخ ساخته هادی صابر، شازده احتجاب ساخته بهمن فرمان‌آرا و شام آخر ساخته شهریار قنبری. باید اضافه کنم که بازی نوری کسرایی در فیلم خوش غیرت در سال 1356 هرگز اکران نشد.
این فیلم ساخته پرویز نوری بود و نقش‌های مقابل نوری در این فیلم را همایون و منوچهر فرید بازی می‌کردند. فیلم خوشغیرت گوشه تاریک از جو حاکم آن زمان را نشان می‌داد و به خاطر حساسیت موضوع فیلم توقیف شد. بعدها اصلاحاتی در داستان فیلم انجام شد و به نام زن و زمین ارائه شد. ولی در نهایت تلاش‌ها برای گرفتن مجوز نتیجه نداد و این فیلم هرگز بر روی پرده سینمای ایران نرفت. نوری کسرایی بعد از انقلاب 57 هرگز از ایران خارج نشد و مثل خیلی از بازیگران دیگر در ایران ماند. در نهایت در روز 21 دی ماه 1398 در سن 68 سالگی و در منزل خودش در تنهایی از دنیا رفت. همسایه‌ها دو روز بعد از مرگ نوری متوجه مرگش شدند و با آتش نشانی تماس گرفتند. علت مرگ وی سکته و فشار خون بالا اعلام شد. البته سالها پیش خودش هم گفته بود که منزوی گوشه‌گیر شده. در تشییع جنازه او هنرمندان زیادی از جمله پوری بنایی و عزت الله رمضانی فر حضور داشتند. مراسم تشییع جنازه زنده یاد نوری کسرایی روز پنجشنبه ساعت 9:30 صبح از محوطه غسالخانه بهشت‌زهرا انجام شد و سپس در قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا در کنار ملیحه نظری بازیگر قدیمی آرام گرفت. روحش شاد و یادش گرامی. حتی باغبون نفهمید که چه آفتی به من زد. رگ و ریش هم سیاهون خشکی، اما این دل صبورم به غم زمون خندی. Thank you.